البته همان عملی که از ریا خالی باشد خداوند قبول میکند. اگر عملی که فقط برای داناندن باشد، برای فهماندن باشد، برای نشان دادن باشد، این عملها در نزد پروردگار ما و شما قبول نمی شود. انس ابن مالک یک حدیث روایت میکند، میگوید باری با پیغمبر خدا نشسته بودیم که یک مرد وارد مسجد میشد. رسول اکرم گفتند الحال کسی که در مسجد در آید، من بر همه شما خبر میدهم که وای اهل جنت است، وای جنتی هست. همه صحابه ها میگه چشم ها به سوی در مسجد کی میدر آمده باشد. نگاه کردن یک مرد در آمد، آمد و استاد نماز خواند و برآمده رفت. باز فردا رسول اکرم گفت الحال شخصی می در آید که من بشارت می دهم او را با جنت و اهل جنت است. صحابه می گن نگاه کردیم باز همون مرد در آمد. سوم روزم این گونه، سه روز پیغمبر خدا بشارت به جنت دادن، همون نفر می در آمد. عبدالله ابن عمرو می گوید من در حیرت ماندم و دوست داشتم که من هم اهل جنت باشم و در حال نزد این مرد رفتم. گفتم ای مرد خدا، من با پدر خود کمی جنجال شدیم و من سوگند خوردم در نزد پدرم که سه روز جانب خانه تو نمی آیم. آیا ای دوست خدا مرا در خانه خود راه نمی دهی؟ گفت مرش مرحمت همراه من باش. عبدالله ابن عمر میگوید سه روز من در خانه این مردی که پیغمبر بشارتی به جنتش داد در خانه این خواب کردم. هیچ عملی را از اون ندیدم که مرا در حیرت بیارد. مثل من گفت پنج وقت نماز با جماعت میخوان و شب تهجد میخوان، دیگر خواب میکرد، دیگر به کار زندگیش وابسته بود، هیچ عبادتهای زیادی نداشت، هیچ ذکرهای زیادی نداشت، فقط همین شب که در بالش سرش میمان الله اکبر میگفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خواب میکرد. که عبدالله ابن عمر میگوید عبادتهای من از عبادتهای او زیاد بود. وقتی سه روز گذشت من گفتم ای دوستی خدا، سه باری که تو واردی مسجد شدی پیغمبر تو را به جنت بشارت داد، من با پدر خود جنجال نکرده بودم و سوگند هم نخورده بودم، فقط برای آن که فهمم که تو باعث چی عمل از اهل جنت شدی، من سه روز تو را پرسپاس کردم، جستجو کردم، لیکن از تو هیچ عملی ندیدم که مرا در حیرت بیارد. گفتن من یک آدم عادی هستم، هیچ عمل زیادم ندارم. عبدالله ابن عمر میگوید گفتم این گونه که باشد پناه شما به خدا، و میگد از خانش خواستم بیرون شوم. میگوید فریاد زد مرا، گفت نزد من بیا. آمدم، گفت میدانی که با کدام عمل من در نزد پروردگار خود قدر و قیمت یافتم؟ میدانی که با کدام سبب پیغمبر خدا مرا بشارتی به جنت دادن؟ گفتن انا همینش برای من لازم بود. گفته دوستی خدا یقین دان که هر عملی که من میکنم برای خودنمایی و برای نشان دادن مردم نمیکنم. راست از خانه میبرایم، به خدا قسم فقط از برای خدا مسجد میایم، از برای خدا نماز میخوانم، از برای خدا روزه میگیرم، از برای خدا خیر احسان میکنم، همش از برای خداست. و دیگر عملی که من در دل دارم این است که هر برادری من اگر با دولت شود، هر برادری من اگر بهترین خانه ها را اگر آماده کنند، من در دلم حسد ندارم. این دو عمل گفت مرا از اهل جنت گردانی، از اهل جنت گردانی. چی خوش می شود
که امروز عملهای ما و شما هم خالی از ریا باشد، برای نشان دادن نباشد. همین برادرانی که امروز یک ماه عبادت کردن، بعد یک ماه ترک میکنن میروند، همین عملهای همینا گواهی نمیدهد که اینا از برای خدا نبود است. آیا عبادت بعد رمضان از فرض نیست؟ آیا لازم نیست؟ و دیگر عملی که این دوست خدا داشته است خالی از حسد بوده است. امروز چی شد این مردم ما و شما را که برای یک برادر مؤمن مان که اگر ذره پیشرفت کند در حال بخل و بخیلی و حسد وجود ما و شما را فرا میگیرد. اگر همیتا عادی کرده با زبان خود مان گویم تلخکف میشویم که یک همسایه ما بهبودی پیدا شد. در خاندان یک همسایه ما یک فرزندی متخصصی خوب پیدا شد. یا یک برادر همسایه ما صاحب یک ماشینی خوب شد. یا این همسایه ما یک خانه بهترین انداخت. ما و شما باور کنین دیگرگون میشیم. حالان که تو نمیدانی. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. او خداوند گفته ایستاد است، من عزت میتوم هر کسی را میخوام، خار میکنم هر کسی را که میخوام. همش در نزد من است. عزت دادن از من است، خار کردنم از من است. حسد کجا میبری؟ بخیلی را کجا پیشه میبری؟ تا جای شکر کنی، تا جای در حقش دعا کنی که خدا انصاف او را زیاد کند، توفیق او را زیاد کند، تا که خداوند او را چنان مردی دلیر گرداند که در همون محله خدمتگار اون محله شود. این دعاهای خیر ماندگی ما و شما باشیم در حسد و در بخل چنگ میزنیم که این حسد و این بخل و این عملهایی که به مردم نشان میدهیم اینا حسنات ما را میخورند، نابود میکنند. بهترین روز همان روزی بود است که اگر خداوند عملهای ما را قبول گرداند. کدام عمل را قبول میکرد است؟ همون عملی که خاص از برای پروردگار باشد. خدا رحمت کند صوفی علیه را. به نهایت صوفی خوب بودند، عالم بودند. میگوید دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. ما و شما را درس میدهد، دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. در زبانت مسلمان کاملی، در زبانت، از روی زبانت، از روی سر و فارمه که پوشیده همه بیند میگد از این ده آدم مسلمان و کامل وجود ندارد. لیکن باطین دیگر چیز می خواهد، زبان دیگر چیز می خواهد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در بالای جای نماز است و دل در دیگر موضعی ها دور زده ایستاده است. این چگونه نماز است میگد؟ این چگونه عبادت است؟ دست در سبحه، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست تسبیح داری، در زبان ذکر داری الله اکبر سبحان الله، لیکن این دنیا فقط طلب، این دل طلب دنیا دارد. در این دل فقط و فقط زینت های دنیایی چرخ میزند. حضرت باز میگوید ظاهرا خود حرقه پوشی ها، ظاهر تا نگاه کنند از مولوی و از یگان ملا و یا که ایشان هیچ فرقی نداری. ظاهرا خود حرقه پوشی ها، باطنا خود مکر و فریبی ها. درون پر از مکر است، پر از فریب است. حضرت در آخر برای این گونه طایفه ها چی گفتند؟ این چی طاعت، چی بندگی باشد؟ ای انسانی که زبان تو با دل تو برابر نیست، این چی طاعت، چی بندگی باشد؟ مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر گفتند از این زندگی که، از این رفته که، از این نیتی که تو در دل داری. بهترین عمل همون عملی بود است که
خالی از ریا باشد و او مقبول پروردگار می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.